یکی از علما رو در خواب دیدن، خیلی عبارت این داستان عجیبیه. دیدن جاش خوبه، گفتن آقا خوش به حالت، ماشاءالله جاتم که خوبه الحمدلله. ایشون گفت نه خیلی جام بد بود. چرا؟ گفت اوضاعم خیلی خراب بود، تو عذاب بودم، دیدم هر کاری میکنم ول نمیکنم. میگه متوسل شدم به عزت زهرا تو این همون عذاب. گفتم عذاب برزخی بوده ها، نه جهنم تازه. گفتم یا زهرا من هیچ کاری نکردم، برای حسینت که گریه کردم، اینو میدونم انجام دادم، به خدا از ته دلم گریه کردم. میگه یهو این عذاب کاهش پیدا کرد، قطع شد. یهو یه جا دیدم حضرت زهرا نشسته، امیرالمومنین نشسته، حضرت زهرا داره میگه یا علی نمیشه کاری براش بکنیم؟ امیرالمومنین میفرماد خیر نمیشه. چرا؟ این عالم دینی، من اینو خوندم و تنم لرزید، به امام زمان قسم اصلا حالم به هم ریخت. و این عالم دینی بالای منبر گفته کسی مستطیع باشه، پول داشته باشه، مکه نره، به مرگ یهود خواهد مرد. خودش مستطیع بوده، مکه نرفته، کاریش نمیشه که، حرفشو زده. میگه حضرت زهرا برگشت به امیرالمومنین عرضه داشت، بعد بگیم عرضه داشت چون امامش، یا علی هیچ کار نمیشه کرد، متوسل به حسینم شد. امیرالمومنین فرمود یه راه بیشتر نداره. حضرت پرسید چیه؟ امیرالمومنین فرمود از فرزندمون مهدی بخواه، به عوضش یه دونه حج بره نیابتن، که بگیم این حج رو انجام داده، که این عذاب ازش برداشته بشه. همین الان رو زمین اتفاقاتی داره میفته. ما چه نگاهی به امام زمانمون داریم؟ خرج اهل بیت کن زندگیتون، روز یه صفحه قرآن بخون، ثوابش برای امام زمان داره. مثل یه فقیری که هر صبح میخواد بره نون سنگک بخره، یه دونه برای اون آدم پولدار بغل خونه‌شو میخره. یا آقا این نوسنگک پولی نداره، اسمش محبته، اون پول داره به وقتش عوض خواهد کرد. این حب میاره. زیارت میری، زیارت من و تو چیه؟ همونجا 60 نفر رو هول میدیم، به 20 نفر فوش میدیم، به 60 نفر دیگه تو دلمون آه نگاه کن مرد که چیزی زیارت میکنه ها، جای یه نفر میگیریم تنگ میکنیم فلان، اگه عمره نماز زیارت چیز داره؟ زیارت رو به نیابت از امام زمان انجام بده. این اهل بیت بدهکار کسی نمیمونن. شک نکن امام زمان هم یه جا به نیابت از تو زیارت میره. زیارت امام زمان کجا؟ زیارت من و تو کجا؟